جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام میکنه مزاحمان چهارشنبه آخر سال در صورت دستگیری تا پایان تعطیلات نوروزی بازداشت خواهند شد. چه چیزی بهتر از این؟ مگه 31 سال از این حرفا حرومزاده ها نزدید؟ شما هر کسی رو در روز چهارشنبه سوری دستگیر بکنید، فردای آن روز انقلاب ملی مردمی به معنای واقعی کلمه را در خیابان‌های تهران، در اطراف زندان‌ها و مکان‌های اطلاعات امنیتیتون که به آتش کشیده خواهد شد مواجه خواهید شد. هموطن، در جشن چهارشنبه سوری امسال انرژی و نیروی نهفته است که به بنیادهای مبارزاتی و باستانی ما راه پیدا میکنه و از جرفای تاریخ ایران زمین فرارویده. پس از یک خواب و خلسه طولانی، 31 سال خواب و خلسه طولانی، برای نخستین بار خیزش و جنبش و رستاخیز شما ملت آزادی خواه ایران با چهارشنبه سوری باستانی هم گوهر گشته، هم داستان گشته. چهارشنبه سوری هم در این تئاتر خیابان که شما بازیگرانش هستید هم بازی شده و متفاوت از یک جشن ساده و سرخوشانه میره که خرمن اهریمن رو با آتش خودش نشانه بگیره و بسوزانه. هر کس دیگری غیر از این حرفای من به شما چیز دیگری میزنه، به اهورامزدای ایران به طریقی با این رژیمه یا با اربابای این رژیمه. به همین دلیل مناسبه که ترقه بازی رو به پرتاب ککتل مولوتوف ارتقا بدید. مولوتوف های قوی یا نه، از این دوزاری هایی که مولوتوف به معنای واقعی کلمه، که گاز اشکاور و گاز فلفل و گاز سمی به طرفت نندازه. دوستان، یک برج اینا دارن، برج میلاده، برج چیچیه، که از اون بالا اشعه های سرطانزا میریزن برای خونسا کردن ستلایت ها و بسیاری از بچه های ما که به دنیا میان ناقص الخلقه به دنیا میان. یکی از وظیفه های شما به آتش کشیدنه. هر نقطه ایست که اینها از اونجا اشعه سرطانی برای از بین بردن سیگنال های ستلایتی میکنن و از حالا به اون برج هایی که اگر کسانی درش زندگی میکنن که از طبقات بالاش این کارا داره انجام میشه، هشدار میدیم اون روز رو برید دو سه روز بزنید بیرون. آخه نمیتونیم یک نسلمون ناقص الخلقه و سرطانی بیاد که این حرومزاده ها میخوان 4 تا تلویزیون هم که به ایران میره، 40 تا تلویزیون 38 تاش که مال خودتونه حرومزاده ها. اگر یک برنامه چیزی هم در تلویزیون های خودتون مورد پسند نباشه یا ساب تلویزیون که اونجا نشسته فوری سویچ ایرانشو خاموش میکنه. پس نگرانشی هستید بی پدر و مادرها؟ خرمن اهریمن رو با آتش خودتون نشانه بگیرید. به جای ترقه بازی و آی بوته بوته و مهناز باید برخصه و از این سیاه بازی ها به جنگ رژیم اسلامی برید. میتونیم تمام سازمان ها، اماکن و نهادهای سیاسی، نظامی، اسلامی، رژیم اشغالگر اسلامی رو همچون ادارات دولتی، کلانتری ها، شهرداری ها، پادگان ها، وزارتخانه ها و هر مکان و محلی که در دسترسه و همچنین تأکید میکنم مساجد و مهدیه هایی که محل لوات و تجاوز مسلمین است و سایر دخمه های مجاهدان اسلام و بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آماج ککتل مولوتوف های خودتون قرار بدید و چهارشنبه سوری رو به اصالت اسلام ستیز و ضد اشغالگرانه خودمون بازگردونیم. ببینم اگر اینها در مسائل اتمیشون با آمریکا و انگلیس و فرانسه و این حرفا به توافق نرسند و اونها احساس کنن که نوکراشون روشون یه ذره زیادتر از حد شده،
مگه جنگنده هاش، مگه اگر اسرائیل احساس کنه در خطر محضه، مگه به اینا حمله نظامی حمله هوایی نمی کنه؟ ما 30 ساله دارن مقد بچه هامون رو پاره می کنن، به ناموس و شرفمون دارن تجاوز می کنن، ثروتهای ملیمون رو تاراش کردن، غارت کردن. اگر بگیم برید مراکز انتظامیشون رو، اطلاعاتیشون رو بسوزونید، ما فاشیستیم، ما نیونازیست هستیم، ما نمیدونم، خجالت بکشید. اگر کاری از دستتون بر نمیاد خفه خون بگیرید. 30 سال مماشات و مسامحه بسه. فراموش نکنید 14 قرن ملت ایران با یک همچین جور جشن ها و سنت هایی این زبان فارسی رو نگه داشتند، آداب و رسوم رو نگه داشتند و قهرمانانی بودند که در این روزها در میدان بودند، جانشان رو دادند، در مقابل بسیار صفوف مختلف دشمن ایستادند، مردانگی کردند، جانفشانی کردند تا توانستند ایران رو تا به امروز نگهش دارند. ایرانی در طول 14 قرن با اندیشیدن به چنین مبارزات و قهرمانی هایی از این دست جان خیش رو گرم نگه داشته و ایرانی باقی مونده، وگرنه ایرانیان امروز هم مانند حشرات دیگری که در پاکستان و سودان و سومالی و یا حتی کشور غنی از نظر تاریخ و تمدن که عربی صحبت میکنه، ما الان عربی صحبت میکردیم، به همراه فرهنگ بالنده خودمون هرگز اجازه ندادیم در باطلاق متعفن اسلام خفه و مدفون بشیم و نخواهیم شد. مرگ بر حکومت اسلامی، درود به آنهایی که در چهارشنبه سوری با این ستاد فرماندهی جنگ در خارج از کشور فقط برای اون روزه، کسی که پاپیش نذاشت که التماس کردیم، خواهش کردیم، گفتیم بابا جنبش افتاده تو دست اسلام سبز موسوی و کروبی و رفسنجانی و یک سیابازی دیگه، یک قرار فراخان رفراندوم دیگه، این بازی ها. گفتیم خب خودمون یه قدم بذاریم، یه حرکتی بکنیم. مگه در روز عاشورا نکرد تلویزیون آریامه؟ بذارید لااقل تا روزی که هست در این روز چهارشنبه سوری این تلویزیون یک قدم بزرگ دیگه برداره و برمیداره به امید پروردگار اهورامزدای ایران که ما تا اون روز قطع نشیم. اگر شدیمم از طریق فیسبوک، از طریق هر چیزی که باشه، این نبرد رو، این ستاد فرماندهی رو تا چهارشنبه سوری تماس بگیرید. تمام فیسبوک برید در صفحاتش، آتشی من به راه انداختم که هر کجا میرید تصویرهای آتشه که ملا و آخون داره درش میسوزه. هر کس فیسبوک داره، صفحه داره، اونجا برای خودش جایگاهی داره، اسمی داره، عکسی داره، در اولین صفحش باید یک دونه تصویر بزرگ از آتش چهارشنبه سوری که آخوند و پرچم حکومت اسلامی داره درش میسوزه باید از حالا تا چهارشنبه سوری باشه. برید بسیاری از بچه های وطن پرست که با این ستاد همکاری میکنن و I love each and all of them، ببینید دارن در فیسبوک چه میکنن، در توییتر چه میکنن، خصوصا فیسبوک. زمان مقاله نویسی و سیاه‌بازی و به مصدق پرداختن و به ایکس و ایگرگ نیست. زمان تقویت هموطنانمون در درون مرز، راهکار و راه چاره بهشون نشون دادن و به اونها نشون دادن که ما با اونها هستیم، غالباً این رو احساس کنند. این هدف این ستاد فرماندهی برای چهارشنبه سوری در خارج از کشوره. I love you، میریم و برمیگردیم.